به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب انتخابات تموم شد، حالا میتونیم یه خورده از این استرس‌های انتخاباتی بیایم بیرون. امیدواریم که آقای پزشکیان دوروبرش رو تمیز کنه و چه بسا رئیس جمهور خوبی باشه. فعلا اینطوریه، ما صبر میکنیم ببینیم که ایشون چه وزیرانی رو معرفی میکنن به مجلس، بعد تصمیم میگیریم که چی بگیم. فعلا هیچی نمیگیم همینجا. اما در این مدتی که ما گرم انتخابات بودیم از منطقه غافل شدیم و حالا چه نکته‌ای هستش؟ یه چیزهای خیلی مهمی داره پیش میاد. رهبر انصارالله یمن داره میگه چی؟ آمریکا به دنبال کشاندن عربستان به سوی جنگ فراگیر با یمن است. من میخوام برم یک کلیپ کوتاهی رو از آقای بیژن عبدالکریمی که استاد دانشگاه هستن در فلسفه و فعال سیاسی، و میخوام این کلیپ رو پخش کنم. در واقع ما یه چیز خیلی مهمی از آقای پزشکیان میخوایم که این سرنوشت کشور ماست. اگر که محور مقاومت تضعیف بشه، این در واقع میخوام بگم نابودی ایرانه، و اگر که تقویت بشه هژمونی و گسترش در واقع نفوذ ایران هست و همه اون برنامه هایی که داریم. خب بذارین اول این کلیپ رو پخش کنم. چرا آمریکا دنبال کشاندن عربستان سعودی به جنگ با یمنه؟ یه برنامه های پلیدی پشت اینه، پس با من بمونین، باهاتون کار دارم. بریم گوش کنیم ببینیم که آقای بیژن عبدالکریمی چی برای گفتن دارن، و من 100% با ایشون موافقم. گوش میکنیم. من از کاندیدای از آقای پزشکیان شخصا میخوام به مسئله مقاومت در برابر آمریکا به دو جهت توجه داشته باشه. ما راه دیگری جز مقاومت نداریم. یعنی اگر بخوایم فکر کنیم که بریم با آمریکا یا مسافه کنیم، روسی کنیم و دست بدیم، در واقع کار تمامه. نه، همین که دست دراز کنیم پاشو دراز خواهد کرد و از ما انتظار داره که دراز بکشیم و تسلیم مطلق بشیم. این خب سرشت وضعیت کنونی است، برخلاف تصور خیلی ها که در واقع این رو ناشی از شیطنت گفتمان انقلاب میدونن. خیلی ها منظور چیه؟ خیلی ها همین دارو دسته ظریف و روحانی و این دولت های 32 ساله که رو کار بودن. من به این جهت در کنار گفتمان انقلاب هستم. ما راهی جز مقاومت داریم. ما راهی جز مقاومت داریم. من از آقای پزشکیان میخوام این رو به رسمیت بشناسن به دو دلیل. اولا اگر این رو به رسمیت نشناسن، گفتمان انقلاب تمام هستی اجتماعی تاریخیش به خطر میفته و چوب لای چرخش خواهد گذاشت. اما اگر این رو به رسمیت بشناسه، در واقع نیروهای انقلاب رو میتونه در دست خودش داشته باشه و تجربه آقای روحانی و آقای به اصطلاح خاتمی رو تکرار نکنه. خب ما تشکر میکنیم از آقای بیژن عبدالکریمی، و در هر صورت خب این از خواسته های مهم ماست، خواسته های همگی ماست، نه فقط آقای بیژن عبدالکریمی. و امیدواریم که آقای پزشکیان به این موضوع توجه ویژه داشته باشن، تقویت محور مقاومت. خب رهبر انصارالله آمریکا به دنبال کشاندن عربستان به سوی جنگ فراگیر با یمن است. حالا چرا؟ رهبر معنوی انقلاب یمن با اشاره به تلاش آمریکا برای باز کردن پای عربستان سعودی به جنگ فراگیر با یمن به ریاض هشدار داد که اگر از اقدامات احمقانه خود دست بر ندارد، عواقب این کار خود را باید بپذیرد. خب در اصل ما میدونیم که انصارالله چقدر از کشتی‌های آمریکا رو، از نمیدونم آیزنهاور گرفته تا کشتی‌های دیگر رو، اینا زدن و برخی از این کشتی‌ها هم غرق شدن و در واقع آمریکا حریف اینا نشده، درست؟ و اما چون که حریف اینا نمیشه، میخواد سرشون رو گرم بکنه به جنگ با عربستان. خب در سال سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر معنوی انقلاب یمن و جنبش انصارالله امروز، جنبش انصارالله امروز در آغاز سال جدید هجری قمری، آخه امروز سال جدیدشون آغاز شد، سخنرانی کرد و گفت که مسلمانان در حال حاضر نیازمند بازگشت به اسلام اصیل هستند. الحوثی ضمن انتقاد از ارتباط برخی از کشورهای عربی با صهیونیست‌ها و نهادهای وابسته به آنان تاکید کرد
برخی از این نهادها در راستای تغییر شیوه های تحصیلی خود به سود یهودیان عمل میکنن. البته خب میخوام بگم سرانشون اصلا یهودی التبار هستن، مثل بن سلمان. این تغییر شیوه ها در عربستان، امارات، مصر و مغرب، خب اینا همشون نوکر و برده صهیونیست هستن، از طریق کمیته های یهودیان اسرائیل در حال انجام است. وی هدف از حملات رسانه‌ای و جنگ نرم را به تباهی کشاندن مسلمانان توصیف کرد و گفت باندهای جاسوسی که به سود آمریکا در یمن کار میکنن، اونا هم دچار نفوذی ها هستن. درست؟ اون بدبخت ها هم دچار نفوذی ها هستن. بخشی از طرح ترویج فساد و نفوذ، فساد و نفوذ، توجه کنین، اینا هر جایی که میرن فساد اول میارن و اولیش فساد جنسیه. خب با اینا شروع میکنن. فساد و نفوذ در یمن به شمار میروند. در حال حاضر همچنان باندهایی هستن که به زودی نقاب از چهره آنها برداشته خواهد شد. انشالله امیدواریم که موفق باشین و اینا رو رسوا کنین. عملیات دریایی یمن باعث شگفتی وحشت دشمنان شد. حالا یه چیزایی هم بهتون نشون میدم جالبه. رهبر انقلاب یمن ضمن انتقاد از حملات آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی وابسته به آنان به این کشور، یه دونه کشور در مقابل این همه بیشرف‌ها، درست ما رو یاد دفاع مقدس میندازه. عنوان که جنگ علیه یمن فقط نظامی نیست، بلکه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیست در جریان است. دقیقا همون چیزی که بر علیه ما کردن. الحوثی با اشاره به اینکه عملیات‌های دریایی یمن مایه شگفتی و وحشت دشمنان شده است، گفت پیش از اینکه عملیات‌های حمایتی خود از غزه را آغاز کنیم، آمریکا تصور می‌کرد که می‌تواند آن را متوقف کند. خوب اینا خدمت آمریکا رسیدن، دمشون گرم، ولی تجهیزات فراوان و پیشرفته آمریکا هم نتوانست باعث توقف عملیات‌های ما بشود. خب ما یادمونه که این تجهیزات شاهکار آمریکا مثل گنبد سوراخین و اون دیوید سلینگ و تمام این پدافند هوایی اسرائیل همش مال آمریکاست دیگه. دیدیم که چطوری از تمام این سوراخ‌هاش عبور کردیم و زدیم داغونشون کردیم. خب وی با اینکه آمریکا از تاکتیک‌های موشکی یمن غافلگیر شد، خاطر نشان کرد تاکتیک‌های مجاهدان ما باعث شکست تاکتیک‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته دشمن شد، چون این ایدئولوژی پشتشه، اینا با دلشون با تمام یاخته‌های وجودشون دارن می‌جنگن. اینطوری هست. حالا اسرائیلی ها چی؟ اونا سربازای اجاره‌ای رو میگیرن، سربازای خودشون ترسو هن. درست؟ این از ویژگی های این هست. از همه جا یکی از کشورهایی که سرباز میگیرن هندوستانه. خب تهدیدها در ضمن اینا میخوان که جنگ رو ادامه بدن. این رژیم کودک کشت آخرین سرباز آمریکایی، سربازای آمریکایی هم بدبختا رو میفرستن اونجا. تهدیدها برای مجاهدان ما به فرصت ها تبدیل شد که شکست دشمنان را آشکار ساخت. دمتون گرم. عملیات های دریایی یمن تاثیر خود را بر اقتصادهای آمریکا، اسرائیل و انگلیس گذاشته است. آفرین، دمتون گرم. برای اینکه کشتی هاشون اونجا دوچار موضوع و مسئله میشن، مشکل پیدا میکنن با بیمه های شرکت های بیمه ای که اینا رو باید در واقع بیمه کنن که نمیکنن، نمیتونن کالا بفرستن، فروششون اومده پایین، بدبخت شدن. دمتون گرم. خب رهبر انقلاب یمن با تاکید بر اینکه آمریکا از طریق ناوهای هواپیمابر خود همیشه به دنبال شکست روانی کشورها بوده است، گفت ببینید این ناوها یه هدف خیلی خوشگله برای زدن، با موشک، با پهباد، با هر چی. مثل اینکه شما در واقع بیای اونجا بگی که تو رو خدا بیا منو بزن، اگه ناوهاشون بیادش توی باب المندب و اون نزدیکی‌ها. زمانی که این ناو به خلیج فارس میرسید، خیلی خوب، رهبران عرب وحشت میکنند و دست از چیزی برمیدارن که آمریکا مخالف آن است. خب میخوان که در واقع چیه رهبران عرب از چی میترسن؟ اینه که در حوثی ها بیان اونا رو بزنن، پدرشون رو در بیارن، صنایع نفتیشون، همه اینا. وی با اشاره به حملات یمن به ناو آمریکایی در راستای حمایت از مردم غزه تصریح کرد مأموریت هجومی ناو هواپیمابر آمریکا به مأموریت فرار بدل شد. فرار در پی عملیات‌های ما. حرکت کشتی‌های اسرائیلی نیز به صف
به نصف کاهش یافته و در دریای سرخ تقریبا به صفر رسیده است. خدا رو شکر اینا 18 میلیارد دلار در واقع حمل کالا دارن از این تنگه. عملیات های دریایی ما تأثیر خود را بر روی اقتصادهای آمریکا، اسرائیل و انگلیسی گذاشته است و انگلیس. الحوثی سرنگونی کابینه انگلیس را اون مردک هندی الاصل که جد آبادش یهودی و چی میگن صهیونیست هستن، الحوثی سرنگونی کابینه انگلیس را ناشی از تأثیرات حملات یمن بر روی اقتصاد این کشور دانست و گفت آمریکا هم در یک بنبست واقعی گرفتار شده است. اروپایی ها اما با زیرکی با فشارهای آمریکا مقابله کردند و مشارکت آنان در جنگ علیه یمن فقط دفاعی بوده است. خب بازم میگیم که این نمیخوایم بگیم دمشون گرم، اینا هم به خاطر در واقع بک کاوری خودشون، به خاطر اینکه میترسن ناوچه‌های اروپایی بدون اینکه کشور ما رو بمباران کنن در رهگیری پهپادهای ما مشارکت داشتن. خب اینا این کارو میکنن، میرن ببینن پهپادها اینا کجا میره. آمریکا به دنبال کشاندن عربستان به سوی جنگ فراگیر با اشاره به اینکه رهبر انصارالله با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای جهان در تله ائتلاف آمریکا گرفتار نشدند و حتی با یمن نیز هماهنگی مستقیم داشتن تصریح کرد. بزرگترین شکست آمریکا این بود که نتوانست کشورهای همجوار دریای سرخ را وارد عملیات‌های پشتیبانی از اسرائیل کند. آمریکا همچنین نتوانست کشورهای عربی و همسایه را مجبور کند که از خاک خود به ما حمله کند. خب میخوام بگم که شاید یه خورده درایت دارن. وی در همین حال گفت که آمریکا همچنان در تلاش است برای فشار به یمن از عربستان استفاده کند. خب عربستان بعدش میاد با اینا وارد جنگ بشه، ولی میدونه که سرویس میشه، بعد جوری دهنش مسواک میخوره. و تاکید کرد آمریکا به ما پیام‌هایی داده است که عربستان را مجبور خواهد کرد که دست به اقدامات خصمانه بزند. در حال حاضر تمرکز آمریکا بر روی مسائل اقتصادی است. خب میخوام بگم که وقتی عربستان سقوطی، اینا از خودشون هیچ استقلالی ندارن، تمام تسلیحات نظامیشون از آمریکا میاد، اینا برده و بله قربانگوی آمریکا هستن. مثل ایران نیستش که مستقله، برای خودش میتونه هر کاری به خود هر تصمیمی بگیره، مثل زمان شاه که نیست. الحوثی هر گونه اقدام عربستان علیه یمن را در راستای خدمت به اسرائیل و آمریکا دانست و گفت از طریق واسطه ها هشدار دادیم و توصیه کردیم که عربستان دست از اقدامات احمقانه خود بردارد. آمریکا قصد دارد عربستان را وارد جنگ فراگیر با ما کند و وضعیت را به دوران اوج تنش بازگرداند. خب که این چیه؟ نگاه کنین و توانایی‌های ارتش یمن رو ببینین و در واقع کیف کنین که اینا چی کار دارن میکنن، چه قوغا دارن میکنن. دمشون گرم، بریم ببینیم با هم دیگه کیف کنیم. خب اینجا تجهیزاتشونه، اونجا هستش، حالا ببینیم بلند میشن. آها پهپادشون با شدن. ببینین اهدافشون رو. خواب خب ببینین این پهپادهای پیشرفته و این تجهیزات پیشرفته رو این از کجا دارن؟ از هوش و ذکاوت خودشون. ایران بهشون مشاوره داده شده، یه بخشی سلاح بهشون داده، ولی همه رو اینا خودشون مهندسی معکوس کردن و خیلی هاشم خودشون برخی از این سلاح ها رو از عربستان گرفتن در جنگی که با اینا داشتن و اینا هم در مهندسی معکوس و کپی کاری در واقع مهارت خاصی دارن، باید بهشون دکترا داد. چه بسا از ایرانی ها بهترن. من اینو اینجا متوقف میکنم. ببینین تو چند جا رفت اومدن ماکتشو درست کردن و خدمت اینا میرسن. آدم یمن، یادم یمنی ها گرم. اینو اینجا میبندم، میخوام برم سراغ یه چیز دیگه. ببینین یمنی ها چی کار کردن. عربستان خیلی روشو زیاد کرده و در واقع
میخواد یه کارایی بکنه ولی در نهایت فعلا جرئت نکرده. میخوام بگم که چرا آمریکا میخواد عربستان رو در واقع درگیر جنگ با یمن بکنه. فرودگاه‌های سه تا فرودگاه در عربستان. بعد از تهدید صورت گرفته توسط رهبر یمن در سخنرانی خود به مناسبت شروع سال جدید قمری، بخش رسانه این کشور این سه پوستر را، توجه کنین، این سه پوستر را از مهمترین و اصلی ترین فرودگاه های سعودی به عنوان اهداف اصلی منتشر کرد. خب اینا میرن اونجا عکس میگیرن و این کارها رو میکنن، در صورت این در فضای مجازی هم هست. خب ببینین گفتنن تهدیدشون میکنن، خب فرودگاهشون رو بزنن نه بدبخت میشن. که اگر از مسیر باز شدن فرودگاه صنعا، آخه فرودگاه صنعا خب اینا تمله کردن و تخریب شد و تمام اینا میخوان فرودگاه رو باز کنن و در واقع تعمیرش کردن و در حال بازگشاییه، داره میگه که اگر از مسیر باز شدن فرودگاه صنعا سنگ اندازی کنن، بدون شک نه تنها فرودگاه های آنها نیز تعطیل خواهد شد، بلکه بنادر سعودی نیز از این به بعد تعطیل میشوند. بنادر سعودی، خب اونجا چی میشه؟ اونجا حمل و نقل نفت و این چیزاست دیگه، درسته؟ یعنی بای بای مرخص میشن. خب حالا میخوام برم سراغ یه تحلیل کوچیک از خودم. ببینین در واقع آمریکا داره رو تمام کلیدهایی که روی پیانو هست، رو تمام گزینه‌هاش داره بازی میکنه که ایران رو تضعیف کنه. برای اینکه چه چیزی داره اتفاق میفته؟ در واقع این باخت اسرائیلی ها، باخت این رژیم کودک‌کش به حماس و تمام محور مقاومت رو البته که از چشم ایران میبینه و میخواد که ایران رو تضعیف کنه، میخواد ایران رو پای ایران رو به جنگ باز کنه. اصلا این رژیم کودک‌کش سعی زیادی داشته که پای ایران به جنگ آمریکا با آمریکا باز بشه، اما آمریکا الان میخواد یه جنگ نیابتی رو بندازه با ایران و میخواد عربستان رو بندازه جلو. این عربستان بیشعور مزدور هم، این سران بیشعور مزدور سعودی هم، اینا نمیفهمن که در واقع بخوان وارد جنگ بشن با یمن، دخلشون اومده و تاسیسات نفتیشون رو یمن میزنه، آرامکو رو میزنه، بنادرشون رو میزنه، اینا کل اقتصادشون مرخص میشه، درست؟ و حالا عربستان چجوری ریشش گروه آمریکاست برای اینکه تریلیون دلار اینجا تو بانکای آمریکا و تو آمریکا سرمایه گذاری کردن و در واقع یه بخشی از اقتصاد اینا با پولای مردم عربستان بدبخت که اینجا انباش شده تامین میشه و عربستان ریشش گروه ایناست. اینا بهش هر چی بگن باید سرشو بیاره پایین، تعظیم کنه، بگه بله قربان دیر گفتی. اینجاست که ما باید خوشحال باشیم ولو اینکه یه مشکلاتی در داخل داریم، ما آقای خودمون هستیم، ما داریم سروری میکنیم با سربلندی، با عزت، نه با خفت و خاری و سرمونو بگیریم پایین هر کاری که میخوان توش بکنن. اینه داستان، اینه. در صورت عربستان اگر آمریکا واقعا بخواد اینا رو پاشون رو تو جنگ با یمن باز کنه و تحریکشون بکنه و هولشون بده و تهدیدشون بکنه، اونا چاره‌ای به جز این ندارن و در واقع یک برنامه‌ای که پشت این هست، یکی این که اینا میخوان وقتی که پای عربستان رو به جنگ باز کنن، هدفشون چیه؟ فروش سلاحه. اصلا نون سفره آمریکایی از فروش سلاح تامین میشه. من حالم بد میشه وقتی میبینم اینا چقدر جنگ را انداختن برای اینکه اقتصاد خودشون شکوفا باشه، چقدر تورم در سرتاسر جهان ایجاد کردن، تورم پولی و مالی و اینا از طریق سیاست‌های بانکی و مالی. خب اینا اینن. در هر صورت چی میشه؟ اینا در واقع برای اینکه اقتصاد خودشون شکوفا بشه حاضرن که جنگ را بندازن، اول از همه کلی سلاح بفروشن به عربستان. در نهایت چی؟ عربستان هم از دست بره، اینا یکی از برنامه‌هاشون تجزیه عربستان به سه قسمته یا بیشتر. در واقع وقتی که سوداشونو بردن، استفاده هاشونو کردن، عربستان درب و داغون شد، بعد میره به سوی تجزیه. وقتی که یمن وارد جنگ بشه، اینا هدفشون تضعیف ایرانه. خب ایران که نمیتونه ساکت بشینه
که یک یمن همه بریزن سرش، ایران ناچاره که حمایت بکنه ازشون، حالا تسلیحاتی هر مدلی که میتونه، و در واقع ایران به گونه‌ای درگیر جنگ میشه با اینا، حالا چه از نظر میخوام بگم تسلیحاتی و چه از نظر حتی حضوری، چون تو محور مقاومت دیگه ما وظیفه داریم کمک بکنیم. وقت شعارمون اینه که کمک به کشورهای مظلوم و درآوردن اینها از زیر سلطه ظالم، این از شعارهای مهم انقلاب اسلامی، اصول اصلا انقلاب اسلامی ایرانه. و یه کار دیگه ای هم که اینا میخوان بکنن، آمریکا با این به اهداف خودش میرسه، جنگ کریدورها رو راه بندازه. در واقع جنگ کریدورها به این معنی که ایران نتونه از کریدورهایی که حالا در حال ساخت است، در حال گسترش است، کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب که در واقع آسیا و چین رو وصل میکنه به دریای عمان و آبهای آزاد، و شرقی و غربی که در واقع از طریق ایران به نفعشونه که از این سمت بیان برن به طرف حالا جاهای دیگه هست، یعنی میخوام بگم کشورهای دیگه منطقه. و این ساختن این کوریدورها دوچار مشکل و مسئله میشه. اینم یکی از اهدافشونه که وقتی که بخوان عربستان رو وارد جنگ بکنن، خب همه منطقه به هم میریزه. وقتی که تصور بکنین عربستان و یمن دارن موشک میزنن، در جنگ هستن، و بیان زیرساخت‌ها و تأسیسات، حالا تأسیسات صنعت نفت و اینا رو داغون کنن، خب میخوام بگم که کدوم کشتی از اونجا عبور خواهد کرد و یا کدوم معاملات انجام خواهد گرفت، و در صورت پای ایران کشیده میشه به این جنگ. و هدف اصلیشون در نهایت وقتی که عربستان هم تضعیف شد و اندازه کافی سود بردن و پولایی که عربستان اونجا در آمریکا داره اینا رو به زور یه چیزی میگن به زور بهش اسلحه دادن، اون وقت میرن وارد فاز تجزیه میشن. اینا اهداف اینا هست. حالا اگر که عربستان اینقدر با هوش بودش و با درایتمندی عمل میکرد، میومد در واقع میشد همپیمان ایران و یک خط بطلان میکشید رو آمریکا و می اومد حتی از ایران تجهیزات می گرفت، اگر که در واقع یک روابط که درش اعتماد بود پیش می اومد، اتفاق می افتاد که سردار دلهامون می خواست این رو 4 سال پیش رقم بزنه که نشد، 4.5 سال پیش که نشد و شهیدش کردن. در صورت عربستان اینقدر بیشور و مزدور، حاضر کشور خودشو به جنگ و نابودی بکشونه برای اینکه ریشش گروه آمریکاست. خب اینجاست که ما باید بگیم که دم ایران گرم و باید افتخار بکنیم که به ایرانی بودنمون، قدرتمون از با محور مقاومت و در محور مقاومت و فراسوی محور مقاومت هرچی بیشتر و بیشتر بشه احتمال جنگ کمتر میشه. این خیلی مهمه و ما یک چنین درخواستی از آقای پزشکیان داریم. این از نون شب برای ما واجب تره. خب پسند رو یادتون نره، پسند همین الان بریم فشار بدین، پسند 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 به اشتراک بگذارین، همگی در پناه حق باشین. خدا نگهدار.